برخی از افراد گمان می‌کنند سرکه سیب فقط یک چاشنی پرکاربرده، اما واقعیت اینه که خواص سرکه سیب اون رو به ترکیبی شفابخش برای درمان بیماری‌های مختلف تبدیل کرده، زیر حاوی املاح و ویتامین‌های بسیاریه. سرکه سیب که از تخمیر طولانی به دست میاد، انواع پروبیوتیک‌ها رو فعال می‌کنه و کالری بسیار ناچیزی داره که می‌تونه امراض بسیاری رو درمان کنه و شدت علائم رو کاهش بده. یکی از خواص سرکه سیب تأثیرش بر درمان کبد چربه. کبد چرب یک بیماری مزمنه که در صورت عدم درمان بیمار رو با عوارض جدی روبرو میکنه. بهتره بدونید خوردن سرکه سیب موجب درمان بیماری های کبد میشه، به خصوص اگه ناشتا از اون استفاده کنید، زیرا به دفع سموم بدن کمک میکنه و با رفع چربی های جمع شده در بدن موجب بهبود عملکرد کبد و کاهش علائم میشه. همچنین یکی دیگه از خواص سرکه سیب برای کبد چرب اینه که ورم کبد رو بهبود میبخشه. البته این نکته هم مهمه که با توجه به اینکه سرکه سیب ترکیب اسیدی داره، مصرف اون باید از مقادیر کم شروع بشه و به تدریج افزایش پیدا کنه. پس بیماران باید مصرف سرکه سیب رو از روز یک قاشق غذاخوری شروع کنن و در صورتی که مشکلی مثل سوزش مری رو احساس نکردن، چند روز بعد میزان مصرف رو به روزی دو قاشق غذاخوری افزایش بدن. و اما خاصیت دیگه سرکه سیب برای معده است. مشکلات و ناراحتی‌های شایع معده مثل گوارش کند یا سنگین و اختلالات شکمی با مصرف سرکه سیب تسکین پیدا می‌کنه. سرکه سیب با کم کردن میزان اسید معده به بهبود علائم سوزش معده کمک می‌کنه. به همین دلیل به کسایی که از مشکلات گوارشی رنج می‌برن توصیه میشه برای بهره‌مندی از خواص سرکه سیب برای معده بعد از غذا، به خصوص غذاهای چرب و سنگین، یک قاشق غذاخوری سرکه سیب میل کنند تا بروز علائم کاهش پیدا کنه. خاصیت سوم سرکه سیب برای درمان چاقیه. سرکه سیب به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش وزن تأثیر داره. مصرف سرکه سیب از سوی جذب قند هنگام هضم غذا رو کاهش میده که موجب افزایش سوخت و ساز چربی و کاهش وزن میشه. از سوی دیگه خواص سرکه سیب و عسل موجب کاهش اشتهای کاذب، کاهش کلسترول و چربی مضر میشه و به تعدیل وزن کمک میکنه. اما نکته مهمی که در مصرف سرکه سیب باید رعایت کنید اینه که حتما با آب رقیقش کنید، زیرا ممکنه اسید سرکه سیب آزاردهنده باشه. حالا شما هم میتونید خاصیت های دیگه سرکه سیب رو تو کامنت ها بنویسید تا بقیه هم از مطالبتون استفاده کنن، و اگه این دسته ویدیوها رو میپسندید میتونید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندید.